مازیار بهاری که خب یک روزنامه نگار ایرانی و بین المللی هستن، به خاطر اینکه شماره تلفن خانم عبادی رو داشتن، حالا به اتهامات که من الان نمیتونم من بگم به خاطر رعایت ادب و نزاکت، متهم شدن. ولی آخر مثلا اینه که چرا اصلا آقای بهاری با شماره تلفن خانم عبادی رو داشته باشن، اونم در بازجویی؟ خب ببین، بله ببینید، شماره تلفن آخه آدم، ببین یه نکته هست که من واقعا نمیدونم اینا چجوری میخوان جواب بدن. شما وقتی شماره تلفن آدم که الکی شماره تلفن نمینویسه، شماره تلفن یه خانوم نمینویسه تو دفتر تلفنش، یعنی الان این دفتر تلفنه، الان همش شماره تلفن آقا توشه. من حواسم هست برای اینکه ممکنه همین الان داریم میریم تو خیابون، حالا درسته من تو بروکسلم، یه دفعه میبینی یه طوفانی چیزی اومد زرتی افتادم تهران، و این دفتر رو منم گرفتم بازجویی شدم، وقت من چجوری باید جواب بدم که با کی تماس داشتم؟ آقای مازیار بهاری، آدم بدون این که ببین، آدم شماره تلفن یه کسی رو، یه خانمی رو یادداشت میکنه، خب برای رابطه نامش رو دیگه. حالا من در این مورد اگه میخواستیم که شماره رو برای اینکه کار وکالت و اینا، خب اولا که شماره خود لزوم نداره که شماره خانم عبادی رو بنویسی، شما میتونید شمارهش شوهر خانم عبادی رو بنویسی تو رفترت، یا اینکه به زنت بگی که زنت شماره تلفن خانم عبادی رو بنویسه. حالا خانم بهاری هم ایشون ایرانی نیستش، خانم بهاری میتونست که شماره مترجم خانم عبادی رو یادداشت کنه تو دفتر تلفنش، مازیار هر وقت دلش میخواست از اون بگیره. نه یعنی چی که شماره تلفن یه زنی رو تو دفترتون یادداشت میکنید بعد انتظار دارید بازجویی نشید؟ خب بازجویی میشه دیگه، وزنتون نمیاد پایین. البته خب همین که لاغر شده خودش خیلی خوبه. آقای نووی، پس شماره تلفن هم جنسیتی شده دیگه، یعنی اون شماره که تو جیب گذاشته میشه اون هم بر حسب جنسیت میبایستی که یا باشه تو جیب ما یا نباشه؟ نه اصلا نباشه تو جیبه. آها خب، یعنی شما حالا اگه میخواید باشم نرید ایران، ایران قانون خودشو داره. یا اینکه اسم رمز گذاشته بشه، یا اینکه اسم رمز مثلا به جای علی مثلا الهام بدتر باشه. وقت یه ما بازجو، خب وقت یه ما میرید بازجویی که بگی این علی واقعا به طور طبیعی این الهامه خودش یه من ریش داره، حالا شما میخواید اسمشو بذارید چی؟ این الهامو بعد اسمشو بذارید غلام علی، وقت همینجوری علکی نیست قبول بکنم. مثلا بگی پروینه، خب پروین علی پروینه دیگه، همینجوری که علکی نیستش که. آقای نووی، حالا تو وقت برنامه‌مون تموم نشده، من یه سوال دیگه از خدمتتون بپرسم. این که چی شد تو مراسمی که مراسم استقبال آقای احمدی نژاد در کاراکاس یه دفعه سرود شاهنشاهی زده شد؟ چی شد آخه؟ آقای احمدی نژاد که دفعه اولشون نبودن که میرفتن به ونزوئلا، چی شد یه دفعه سرود شاهنشاهی زده شد؟ ببینید، آره منم اتفاقا دیدم اینو، البته دولت ایران اعلام کرد که شما گوشاتون ایراد داره، الانم 70 میلیون چیز قرار پخش بکنن، قطره گوش قرار پخش کنن مردم، چیز کنن هم قطره چشم هم قطره گوششون، میگن نشنیدید، حالا خوبه بو نداره و یعنی دماغمون هم باید قطره میریختیم و اینا. عزیز من، ما تصویرشو دیدیم، تلویزیون ایران هم پخش کرد، بی بی سی که پخش نکرد که ما فکر کنیم که اشتباه کردیم، که تو تلویزیون جمهوری اسلامی که دروغ نمیگه، که ما ممکنه 70 میلیون نفر دروغ بگن ولی تلویزیون جمهوری اسلامی که دروغ نمیگه. منتها من میخوام به شما یه چیزی بگم، شما توجه بکنید، ما فقط همین یک بار رو دیدیم. من حدس میزنم که اصلا تو ونزوئلا هر دفعه همینو پخش میکنن ولی ما نمیبینیم، و من حدس میزنم که آقای چاوز اصلا هنوز نمیدونه که تو ایران انقلاب شده. محمد رضا پهلوی یه بار سال 1975 ایشون رفتن ونزوئلا، خب اونجا رو دیدن، بعد از اون برگشتن. آقای چاوز چند بار اومده ایران، احمدی‌نژاد چند بار رفته اونجا. من حدس میزنم که آقای چاوز فکر میکنه احمدی‌نژاد پسر باغبونه شاه سابقه، بعد این به خاطر اینکه محبت بکنه به اون میاد ایران، بعد اینم میره در فرودگاه میبرتش، بعدم این نگاه میکنه میره همه چی طبیعیه دیگه، مثلا یه آدمایین که شبیه باغبونان، و بعدم بردتش پیش آقای خامنه ای، هم اونجا هم گفته که اینشون بابامه. من فکر میکنم اینجوری بوده، چون بعید میدونم، احتمالا همین الان هم بری، چون ما که نمیدونیم که اینا به هم چی میگه، یه مش اون اسپانیایی حرف میزنه، اینم که فارسی حرف میده، این دوتا هم نمیفهمن که چی میگه، این مترجمه داره
مثلا میگه احمد نژاد میگه که آره ما میخوایم مثلا تو ایران فلان بکنیم، اون میگه که بله با مثلا ایشون میگن که مثلا تو باغ مثلا تو دربار ما. خب پس چرا دفعه های پیش این اتفاق نیفتاده بود آقای نبوی؟ اگر که آقای چاوز چنین تصوری داره خب چرا افتاده بود خانم؟ افتاده بود. شما مگه دیدید؟ مگه شما ندیدید که شما ندیدید. من حدس میزنم که دفعه قبلم همین اتفاق افتاده بود. به نظر من دفعه قبلم مثلا همین مسئله بوده و حدس میزنم که این اتفاق افتاده و آقای چاوز هنوزم فکر میکنه که حکومت قبلی است و احتمال داره مثلا در مورد آقای احمدنژاد این اشتباه کرده باشه و فکر کنه که آقای احمدنژاد یکی از کارکنان به اصطلاح اداره باغبونی درباره مرزا پهلوی. حدس میزنم ممکنم هست اینطوری نباشه، ممکن اصلا خود آقای چاوز که داریم میبینیم، چون اونجا تو کولومبیا و اینجا چیز زیاده. من نمیدونم چاوز درسته خودش؟ درسته یعنی چی؟ یعنی سر جای خودش هست. حالا شما یعنی گفتیم ممکنه اشتباه آقای چاوز اشتباه کردن، من میگم اشتباه همین سرود پخش شده یا دفعات پیشم پخش شده یا منظوری در کار بوده. کمتر از یه دقیقه بیشتر وقت نداریم آقای نبوی. نه فکر خب به نظر من اشتباه هم پخش نشده و اصولا دولت ونزوئلا هنوز فکر میکنه که همین سرود رو باید پخش بکنن، فکر میکنه همون حکومت هست و من معتقدم دفعه قبل هم همین سرود پخش شده، مگر اینکه اتفاق دیگری افتاده باشه. من یه چیزی رو اینجا میخواستم معرفی کنم، سایت جدیدی که دوستانی که میخوان با من تماس بگیرن و مطالب من رو بخونن، سایت e-nabavi.com رو میخواستم معرفی کنم. اینجا ای همون ابراهیم نبوی پشت سر هم .com. این سایت جدید شروع شده که اگه دوستان میتونن بگن و تماس بگیرن و اینها. حتما. خیلی ممنون آقای نبوی از حضورتون در برنامه روزنامه‌نگار و طنزپرداز.